اگه یه مشتری دم دزدی کنه خب دزدیه دیگه. حرفم که میزنی میگن حالیت نی. بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم، کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم. سلام، به نوستالژی خوش اومدید. بهروز وثوقی که اسم اصلیش خلیل وثوقیه سال 1316 در شهر خوی به دنیا اومد. با ما همراه باشید تا چند تا از دیالوگای زیبای وثوقی رو با هم دیگه ببینیم و یه نگاه کوچیکی هم به زندگیش بندازیم. احترامت واجب خانده، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدیه نخود مردانگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ آخه این چه شهریه؟ حاکمش دزده، وکیلش دزده، سجدش دزده، پول آدمو میخورن، بعد دست به دست هم میدن، آدمو تو مردم خار و ذلیل میکنن. آخه چرا؟ بعد من صفه نالوتی غیرتت قبول کرد بعد 10 سال بیای سراغ من؟ بیرون تنها چیزی که خرج نداره قدم زدن و راه رفتن و نفس کشیدنه، اما تو خیلی سخته. دنیاست دیگه، هرچی خرجی یه قیمتی داره. به من میگن رضا، ما این عبرم هم همیشه همین ریختی بودم. به من میگن رضا موتوری، میفهمی خانم جون؟ به من میگن رضا موتوری، رضا دوسته، من نمیتونم این ریختی معدب باشم. ای بابا، چیزی رو به رخم نکش که اصلا حوصله واسم نمونده که بگم واسه چی. این مادرزنم با ما باما مثل خربوزه و اصل میمونه. تو هر جا ما دوتو باشیم کار اونجا عمومه. این مال و منال مفتی همچین هلوگورو تو گلو گیر نیمد. حاصلی یه عمر جوب کردیه. آقامون ظروف چی بود؟ خودمون شدیم جوب چی. اصلا دلم نمیخواد فضولی کرده باشم، اما نو کردم چجوریه؟ خوب نگاش کن، انگار جون داره. آدم حد میکنه وقتی نگاش میکنه. تو نمیدونی وقتی آدم تنها میشه به چه چیزایی دل میبنده. دلم گرفته، انگار هرچی قمه ریختن تو دل من. اما حالا تو میشینی دستا در پشت حلقه میشه دور کمرم. واسه اینکه باد نخوری سرتو میچسبونی به پشتم. خب من ندید بدیدم دیگه، معلوم عاشق میشم. حرفم حرف همه اوناست. اینه این مارتین شاعر بزرگ فرانسوی میفرماید کت آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین کت شلوار زیباست نشان آدمیت. بهروز وثوقی قبل از بازیگری تو سینما کارمند اداره دارایی بود و بعد هم دوبلور و گوینده رادیو و تلویزیون شد. ما دوتا بچگی با هم بزرگ شدیم. من به دشمن خودم هم کلک نمیزنم دیگه، چه برسه به تو. واسه این به هم میگن حبس برو. من چطور رو کم میکنم؟ اما چرا به هم میگن عباد چاخان؟ نمیدونم، چاخان تو ذات ما نی. نذارین هر بیغیرتی مالتون بخوره و بهتون زور بگه. نذارین هر قرمساقی خون و خراب و در به درتون کنه. خودتون حقتون رو بگیرین. من هر وقت دلم میگیره نماز میخونم. درست بلد نیستم بخونم، اما یه نفر تو زندون بهم گفت دلت باید پاک باشه، هر جشی گیر کردی صلوات بفرست. خب حالا ما میخونیم، هر جشم گیر میکنیم صلوات میفرستیم. تو شلوغی دعوا با یه زامندار گردن کلفت دست سفید زنجونی گذاشتم تو کتفه نامحرم. من تو این دنیا دیگه کاری نهارم الا یه کار، یعنی سه کار. خودم یکیشونو میرفستم اون دنیا تا کامروا بشن و ملائکه با عادشون مزن. از وز زدن تو سرم دنبال در بردم، بس دو اومدم و هیچ غلطی نکردم، حالم به هم میخوره. دینت شاکره. یک تا پوزامو بذارم بیرون از این هوای ملک عمومو بخوره. آی ما باشه، شما موافقی؟ اختیار داری قربان. حتما گرفتاریتون زیاده. بله آقا. آقا زن، زن مگه واسه آدم حواس میذاره؟ فیل اگه زن بگیره پشه میشه آقا. دروغ گفتی دیگه. میخوای به سند بدیم که ما نوکرتی؟ میخوای استشهاد محلی درست بکنیم؟ شش شادی سر کنم سرش امضا کنم. من سرکار وقت داره تموم میشه. چخا نکن سرکار. اینقدر دوروبر این نپلک، منو این ریختی نگاه نکن. یهو دیدی ام مادر به دار زدم ها. من بچم. آره من خیلیم بچم، واسه اینه که هرکی تو گوشم بزنه میزنم تو گوشش. اما تو چی دلت بخواد تو گوشت که بزنم بگی من پهلوونم؟ پهلوونم باید افتاده باشه تو گوشش که میزنن سرش رو بنزه پایین از زیر دیوار رد شه. شما اینو بهش میگی پهلوونه؟ بهروز وثوقی محبوبیتی افسانه‌ای بین مردم و سینما دوستان داره و یکی از محبوب ترین چهرهای سینما ایران بوده. من کسی رو جلوم نیدم که خودم رو ور کردم. اگه قرار باشه چیزی داشته باشم بدم فاتی رو خوشحال کنه، اگه عملی شدم عملیم کردن. تو میگی دزدی خوبه؟ نداداش، خلافه، خلاف خلافه. منم تو گوشم نمیره که تو بگی این بهتره. دستان پینه بس، چکر زدم تو جهازشون، حمالی کرد تو زمیناشون، چاک اندم بر دری زدم تا تونستم این پولو جمع کنم. آقا تو رو خدا پولمو به این پس بدین. روی چاد پدر عزیزم که دیر خربانها خاکی، همه تو را به نام میشناختن. همیز محسن پشکل فروش که بعدن رو آورد به شغل شریف دزدی.
اگه من نتونم رو پام واسم که نمیتونم بده کارمو بدم به امام حسین این دفعه با پول میام. عمل امریکایی سوم اومده روز مارنی شبا هم ناچرتم شبا را اصریب کن یعنی بخواه چی خودی عوض کردم فردا هست برم پولا رو پس بدم که دختره خوشش بیا نمیخوام 70 سال سیا کسی خوشش نیاد برعکس میخوام همه بعدشون بیا این منم که میباس خوشم بیا اگه بوشهر تو کوچه هاشم خون را بیافته ما باید خون ابول گندرجب و بریزم ما با خدای خودم عهد کردم خونش حق منه این بود که منو در به در کرد هرشو گفتم فردا این لشه تو بزن به چاش آقا هنری مستد دو لشم کرده عباس فایده نره اما توم غیر خوبه تو نمیری پرملات پرملاته سلامتی دنیای باقلی به چنبره دیگه یه نامسلمون نیست دست من علیلو بگیره بگه شزم ببره امامزاده داود حالمو خوش کنه اون در سال 48 توسط مسعود کیمیایی به فیلم قیصر دعوت شد و این نقطه شروع وثوقی به عنوان یک بازیگر مطرح بود. بازی اون تو این فیلم مورد توجه همه علاقه‌مندان به سینما قرار گرفت. این نظام روزگاره، یعنی این روزگاره خانده‌ای نزنیم بیزننه. حالا دست فرمان کجاست؟ اون فاتی که تو این دنیا آزارش به یه مورچه‌ام نرسیده بود کجاست؟ اصلا مردی گفتم یادته من خیلی پای تو وایسادم یادت هست؟ نمی رئیس من شطوازم هیچیم ندارم یه شطوال عرق میخوام یه سیدم بذارم دهنم سرم درد میکنه واسه یه در در سر مشکلی اون وقت که دخترهای دهن وقت محله واسه دست بول ابرشمی میفرستادن و رو شله زد با دارچین اسمتو مینوشتن زیر بار نمیرفتی ده دفعه واسه بیبی سر خود شیرینی خود پخوندی چیه که دایره انداخته تو تله حیرونه وقتی گریم میگیره هنو امیدوار میشم که جون دارم حالیت شد یا نه؟ سیا میکنی نکنه واقعا دیوونه شده دیوونه همه مکرمتون بود که تازگی ها بیوه شد این یک هرچی میگم بگو چشم عظیمه بعد به معرفی کن هرچی شما بفرمایید قربان قربان نه قربانت گردم بله قربانت کردم باریکلا پیرشو ایشالله برو خدا رو شکر کن که جای پیغمبر تکیه زدی میخوام بفهمون پیغمبر اسلام وقتی امرو نهی میکرد به مردم بده بیرا میگفت بیا بیرو والا میام خودم میارم اصلا این قرمساق دوست داره بهش التماس کنه هر وقت زن شب پشتشو بهش میکنه صبح میاد اینجا دادشو میده دایی کفتر اومده لبه بومه داری دستی دستی پرش میدی گوره پدر مال دنیا وقتی پای عشق در میونه ببین هی ننه سب کن سب کن نصیحت نکن که حالشونه اون همیشه تو قراردادهای خودش از عقیده خاصی برخوردار بود. اونم این بود که در فیلمی به عنوان نقش اول و توی ابتدای فیلم اگه نام اون نوشته نمیشد تو اون فیلم بازی نمیکرد. هرچند این مسئله برای فیلمسازا هم اهمیت داشت و باعث پرفروشی فیلماشون میشد. اجاره خونه پس افتاده. پول دوا ندارم. تو تئاتر بدهکاری بالا آوردم. مهمون واسم اومده. فاتی هم همینطور واسم غمیش میاد. خلاصه که زکی کجای عیزم که دلم واسد یه عدس شده بود ای بلایت به جانم دوریت به خدا نتوانم بوده بیا مرا در آغوش بگیر ای نازک بدم مرا در غر چشمان سیاهت در میان قلعه سنگماران سینت مخفی کن ای فرنگیس من دوانه ارم من میخوام با سرصورت سالم برم شیراز آختان همه عالم میتونم برم آمریکا غیر منم آمریکایی چرا؟ چون بیکارم چون پول ندارم چون پارتی ندارم چون قومه هیچی کله گنده ندارم چون زن ندارم قدرت منم میتونم منم میتونم من گفتی حرف بزن میزنم تو دست منو گرفتی آره ننه این روزا دزدی هم دیگه خیلی سخت شده منو بگو که جز اون موتور دیگه هیچ رفیقی ندارم فقط همین یک کار بلدم موتور سواری تو چون خیلی خوب بلد بودی حرف بزنی همه جا مردم رو خر میکردی همه را از آتش جهنم میترسوندی وقتی میخواستی پولای منو بگیری یادته اون همه زبون ریختی اما حالا لار شدی چرا؟ ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه چون زنگاشو زده میدونی داشتم اگه اسم آدم به دنبالش خیتی باشه با جنس بی جنس قرار بی قرار حق بی خر اگه قرار روزگاره که هر کسی پیر بشه دلشم کوچک بشه خدای من هیچ وقت پیرم نکن واسه اینکه اصلا حوصله‌اش نیرم با حادثه آتش سوزی سینمای رکس آبادان در مرداد 57 ازدحام جمعیت برای تماشای فیلم گوزن‌های بهروز وثوقی بود رضایتشو بگیر و الا مهمونی خیلی ممنونم جناب سروان خیلی ممنونی اگه نزدم این پادم عین اون پاد بکنم صبر کن حالا میبینیم تو ببین منم میبینم آره داداش آره خیال میکنی چی میشه خانده ای؟ کسی هم مردن ما ناراحت میشه نه 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 صرفه که آفتاب بیفته سر اون دیفاله صرفه هم گردن و مقره و بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم همینطور که ما یادمون رفته
دیگه تو این دوره زمانه کسی حوصله داستان گوش کردن نایر. نه بابا مثل اینکه شما یادتون رفته واسه جلو من دست به سینه واشتین. زود بشین بزنین به چاک حوصله دعوا نایرم. اگه واسه دعوا اومدین کور خونی. تک به تک. چرا نایمدی در دکون؟ امروز جمعه است تعطیلیه. امروز دوشنبه است. خیلی داریم تا جمعه. تو اون تقویمه که آقا اون سال عید خودش دست خودش عیدی داد امروز جمعه است. اون تقویم باطله. واسه من جمعه جمعه آقامه، شنبه شنبه آقامه. این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم. دیدم فرمون که میتونست یه محلی رو جابجا کنه. وقتی زرجش میدادم میره فرق میخورده، عربده میکشید، دیوارا تکون میخوردن، هرچی نامرد و دینه اون موش تو صورت رابا قایم میشدن. چی شد؟ ببین اسقر آقا، اگه رضایت دادی داد، اگه ندادی باز همدیگر رو میبینیم. اون وقت من میدونم و تو یه زامندار انقدی. با این ندونم کاریات پاک خودتا انداختی تو هچل. اما تو همون تایی دلدی هچل دوست داری نه؟ بگو خانده ای کسی که بچه ردیفی تو جوب میشینن از زرنگیش تعریف میکنن، یه پهلوان قدیمی که زیری مازاچه روش قسم میخورن. این شب لبه یارم را تو خواب ماچمانی کردم، هی ماچمانی کردم، هی خوشحالی کردم. رفیق من، ما وایسادیم تو رفتی، ما نخوندیم تو خوندی، ما عین یه جزیره بیکس موندیم، تو با همه کس جون تو عذاب کشیدی، آخرش چی شد؟ تو اونجا نشستی و ما اینجا. این نامرده که نامردی درست میکنه. نه بابا نه قربونت، بگی بخواب اش کدومه، گولکمو نکن، نذار یاد اون چیزایی که نداریم بیافتیم. مصبت شوش این مدتی با پوری بنایی رابطه داشت و از اون جدا شد و با گوگوش ازدواج کرد. این ازدواج بعد از یک سال به جدایی کشید. در نهایت بهروز وثوقی با کاترین ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دختر به نام محشید و یه پسرم به نام ماهان. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لطفا ما رو به دوستای خودتون هم معرفی کنید تا نوستالژی بعد بدرود.